در آمریکا مراسم اهدای جوایز سینمایی اسکار امشب در هالیوود برگزار می شود. رامش راسخ گزارش می دهد. صنعت سینمای ایالات متحده آمریکا و جهان امشب شاهد بزرگترین شب خود است. چک جوایزی در رشته‌های گوناگون به برندگان اهدا می شود. در مراسم اهدای جوایز اسکار امسال در تئاتر دولبی در محله هالیوود در شهر لس آنجلس 9 فیلم برای دریافت جایزه بهترین رقابت می کنند. ناظران سینما می گویند امیددار اصلی برای کسب اسکار بهترین فیلم اثری موسوم به 1917 یا 1917 است که طی هفته‌های گذشته چندین جایزه غیر اسکار را از آن خود ساخته است. رقیبان قوی فیلم 1917 کارهایی مانند پارازیت اثر کره جنوبی و روزی روزگاری در هالیوود ساخته کوئنتین تارانتینو هستند. فیلم جوکر پیشتاز دریافت 11 جایزه در رشته‌های مختلف است و جواکین فینکس نقش‌آفرین اول آن امیددار اصلی کسب اسکار بهترین هنرپیشه مرد است. فیلم مافیایی The Irishman مرد ایرلندی از مارتین سکورسزی نیز در 10 رشته نامزد دریافت اسکار است. در بخش بهترین کارگردان سام مندز برای فیلم 1917، مارتین سکورسزی، تاد فیلیپس برای جوکر، آقای تارانتینو و بونگ جون هو برای پارازیت نامزدان جایزه هستند. در میان خانم های نقش آفرین رن زلوگر به خاطر کارش در فیلم جودی امیددار اصلی دریافت اسکار بهترین هنرپیشه است. جالب این که مراسم اهدای جوایز اسکار امسال برای دومین سال پی در پی فاقد یک میزبان یا مجری برنامه خواهد بود. از جمله کسانی که جوایز را به برندگان تسلیم خواهند داشت می توان از ستارگانی مانند تام هنگس و جین فوندا و دایان کیتن نام برد. ضمناً موزیسین های نامزد کسب اسکار در رشته بهترین ترانه یک فیلم برای اجرای آهنگ هایشان روی صحنه خواهند رفت. التن جان و ایدینا منزل و رندی نیومن از جمله آنان هستند. رامش راسخ، صدای آمریکا.